بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان د تورخم دروازه د افغان ناروغانو پر مخ وتړل چی پاسپورت او ویزه نه لري. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست اطلاعات او امیر وایي چې پاکستانی افغان لور ته خبر ورکړی چې نور دی له ویزې او پاسپورت پرته ناروغان نه ورستوي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم پاکستان نور ورته اقدام کړی و چې افغان ناروغانو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې پر نن خبره کې پر همدې موضوعاتو د خپل قدرمن میلمه ښاغلي ډاکټر محمد زلمی افغانیار فوپل سره چې د افغانستان د واحد ملت د ملي یووالي بهیر مشر دی باس پرې کړو. ډاکټر صاحب په خیر راسئ. پاکستاني لورې ولې وخت ناوخت د افغان ناروغانو پر وړاندې دا ډول ستونزې جوړوي او حل لاره څه د څه باید وسي؟ سلام و عرض حرمت خدمت شما خواجه میتقی. سلام میخوایم دا شما باشون به خدمت ملت افغانستان هموطنای عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستن، امیدوار هستم آرام و سعادتمند باشن در کمال آرامش روحی و روانی. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بیشرمی است. پنجابی ها در مقابل افغانستان در طول دهه ها همیشه مغرضانه عمل کردند و در دو سال و چند ماه گذشته که افغان ها آرام هستند، مدیریت منابع طبیعی خود را در حال مدیریت هستند، اقتصادشان در حال رونق است، پنجابی ها را ناآرام ساخته. در طول حکومت داری های گذشته اگر در بحث ارتقای ظرفیت ها و در راستای مدیریت موضوعات صحی گام های اگر برداشته می شد، شفاخانه های معیاری در افغانستان ساخته می شد، ما مجبور نبودیم که اوجه به خاطر تداوی بریم و او دروازه های مرزها را بسته بکنند. ای از امو حسن نیت و همجواریشان نیست، ای از منافقت و شیطنتشان هست. سیستم دمپنگ را هم بالای تجار افغانستان اعمال میکنند. در فصل برداشت میوه ها در افغانستان مرزها را بسته میکنند و وقتی که میوه های خودشان به خاطر افغانستان روان میشه، میبینید که سیستم را او مدیریت کرده و همو گمرکی را اوها کمتر می سازند. امیدوار هستم در این راستا حکومت فعلی افغانستان همون شکلی که اعلام کرد، ما می خواهیم با کشورهای همسایه به صورت همسایه های خوب و همجواری خوب زندگی داشته باشیم، طرح را داشته باشه، خاصتا وزارت صحت عامه افغانستان تا شفاخانه های معیاری ایجاد شوه، دیگه ما ضرورت نداشته باشیم که بوجه به خاطر تداوی برویم. این به ادامه فشارهای اعمال شده با مدیریت خارجی ها از طریق پاکستانی ها به افغانستان و به حکومت فعلی افغانستان هست این فشارهای محتمل شده. او خوب میفهمند افغان ها زمانی را که به خاطر تداوی او جمیره هر کدام از این بلک ها کلدار را همراه خود میبرند، سالانه به میلیاردها افغانی از افغانستان به خاطر تداوی به پاکستان و به کشورهای دیگه سرازیر میشه. بله دکتر صاحب، اسلام آباد په در ډول کړنو سره غواړي پر افغان لوري فشار راوړي. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. شما دقیق گفتین، پاکستانی ها هدفشان از یا فشار آوردن بالای حکومت فعلی افغانستان هست. چرا وقتی که مدیریت منابع آبی افغانستان مطرح بحث میشه، زغال سنگ افغانستان در حال مدیریت شدن هست، طبعا پاکستانی ها را ناآرام ساخته. او احساس میکردن که با تغییر نظام سیاسی در افغانستان هیئت رهبری امارات اسلامی افغانستان بدون اجازه از یا حتی یک گلاس آب را هم ننوشند. اما زمانی که در دو سال به استیج بین المللی به افغانستان و لابیگری کردند، اما نتانستند تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری را داشته باشند، او را ناآرام ساخت. اگر ما بر بگردیم به روزهای اولی که امارات اسلامی حاکمیت را گرفت، رئیس استخبارات پنجابستان به کابل آمد، او هم به عنوان یک مهمان، ما دیدیم که چه اندازه فی مابین از آن عامه در سطح بین المللی افغانها را ناآرام ساخت. اما آهسته آهسته پالیسی حکومت فعلی افغانستان مشخص شد که بر محور منافع ملی افغانستان میچرخد. اگر روابط و بحث مهاجرت با پاکستانی ها که میلیون ها افغان اوجا مهاجر هستند ایجاد شده بود، او میخواستند که از بحث مهاجرت و روابط سیاسی گذشته به نفع منافع خود استفاده بکنند، به نحوی به جهان نشان بدن که حکومت فعلی افغانستان حکومتی به اساس خواسته های ما هست. اما ما دیدیم که چنین نشد و نابرابری ها را او آمدن به افغانستان اعمال کردند. به نحوی که قبل از سقوط جمهوریت ما دیدیم که او رهبرای سیاسی افغانستان را با تیاره های پاکستانی او به اسلام آباد بردند و همین لحظه هم از او میزبانی میکنند. آیا حسن همجواری و همسایگی خوب داشتن به این محور هست که همیشه به این اساس باشه که باز حکومت حاکم حکومت کابل باشه، افراد اشخاص علیه حکومت کابل باشه، پالیسی پنجابی ها در قبال افغانستان را
اعضای هیئت رهبری مالستامی خوب درک میکنند و به همو اساس با او یا روابط برقرار میکنند. بله، د همدې ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار؟ ډاکټر صاحب هر دفعه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې کله د صادراتو یا هم کله د وارداتو وخت را رسیږي، کله میوه ځي او کله راځي، ډېر زیات تجاران ګوري او زیان یې افغانستان ته رسیږي، د افغانستان پر اقتصادي برخه باندې منفي تاثیرات لري. د دې ستونزو د دایمي حل لپاره ستاسو په فکر څه باید وسي؟ دواړه لوري باید څه وکړي؟ لومړی د افغانستان اسلامي امارت باید څه ډول یو تګلاره غوره کړي چې دا ډول ستونزې رامنځته نه سي؟ ما در گذشته هم میگیم و در حال هم میگیم بر ما منافع ملی وطن مهم هست. بله. امروز اگر پنجابی ها ما را ناآرام میخوان، اقتصاد خراب میخوان، اما تا همین لحظه که حتی دیشب هم سخنگوی امارت اسلامی جناب مجاهد صاحب اعلام کرد که ما روابط خوبی را با پاکستان میخواهیم داشته باشیم. بله. اما متاسفانه این کشور ناخلف همسایه ما تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسی در حکومتداری هدفش هست و او بالای ما فشار میارن. ما هم میتونیم که نقاط ضعفی را که او داره همون نقاط ضعف را علیهشان استفاده بکنیم و او را وادار به این بسازیم که تطمیع بکنه و نابرابری ها را علیه ما اعمال نکنه. بله. اگر با واقعیت راست میگن، ده ها هیئت از پاکستان به افغانستان آمد، از افغانستان به پاکستان رفت و حکومت فعلی افغانستان به کرات برشان اعلام کرد که از حریم افغانستان بالای هیچ کشور دنیا به شمول همسایه ها تعرض صورت نمیگیرد. بله. آیا پاکستانی ها با ما صداقت دارند؟ اگر صداقت دارند چرا جمعی از سیاسیون را همین لحظه هم اوها در پنجابستان نگهداری میکنند و هدفشان چی هست؟ آیا ای است که بر ما حکومت بسازند، حکومت همه شمول؟ اگر چنین هست پس برن با تی پی پی، با آزاد پختونخواها، با بلوچها، با سیندیها برن بشینند، حکومت خود را اوها پایههایش را محکم بسازند. اما متاسفانه پالیسی حکومت های پاکستان در قبال افغانستان تغییر نمیکنه، چرا که اما بخش استخباراتیش او را مدیریت میکنه. اگر ده ها حکومت دیگه هم در پاکستان تغییر بکنه، پالیسی خصمانهشان در قبال افغانستان او دائمی هست. ما با پاکستانی ها موضوعات خط فرضی دیورند به صورت رسمی نداریم. امروز اگر ابوا با ما مشکلات ایجاد میکند، مشکل عظمی هست که سه چهارم خاک افغانستان تحت نام دیورند در اصول مرز مانده و افغان ها در این لحاظ او را نمیخوان که بپذیرند که مرز رسمی ما هست و حکومت فعلی افغانستان هم ایره به عنوان مرز رسمی نمیپذیره. بی اساس است که پاکستانی ها فشار میارن. بله، دکتر صاحب محترم، څنګه کولی شو چې د پاکستان د احتیاج کوم ناروغان چې روان دي هلته خپل تداوي کوي وژغورو تر څو پاکستان ته لاړ نه سي همدلته تداوي وسي؟ څه باید وسي؟ ای راهحلش ای هست که ما ارتقای ظرفیت های علمی، فرهنگی و صحی را در افغانستان ما رشد بدیم. این مکلفیت وزارت و صحت عامه افغانستان هست. سرپرست وزیر حکومت فعلی افغانستان مکلفیت داره که وقتی که ما به میلیاردها افغانی را همین لحظه در افغانستان از عواید خود دارین شفاخانه های معیاری را ایجاد بکنن، متخصصین افغان که در کشورهای منطقه و فرامنطقوی تحصیل کردند او را به افغانستان فراخوان بدن و اون متخصصین و متعهدین که در افغانستان موجود هست زمینه جذبشان در بدنه وزارت صحت عامه را آماده بسازند. بیشترین مریضایی را که از افغانستان به ایرانستان و به پنجابستان میرن به خاطر موضوعات سرطانی هست. ما هنوز هم یک شفاخانه معیاری به خاطر از اینکه بتانیم مریض های سرطانی خود را که ده ها هزار نفر هستند او را ما بیاین تداوی بکنیم در افغانستان نداریم. او حتی به خاطر از اینکه او برن معاینات خود را تکمیل بکنند و یا همو سیستم دوز دوایی خود را تکمیل بکنند مجبور هستند هر 15 روز، هر یک ماه، هر 6 ماه بعد به این کشورها سفر بکنند. به ده ها هزار افغان مصاب شدند به مریضی های سرطانی که این هم برمیگرده به آثار مخرب جنگی که در افغانستان بوده، سلاحایی که در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته. اگر حکومت فعلی افغانستان زمینه تداوی در افغانستان مساعد بسازه، همراه نهادهای بین المللی و بخش سازمان صحت جهانی صحبت بکنه و یک سنتر مجهز در راستای مدیریت این برنامه در افغانستان باشه، این 80% مراجعین مریضی از افغانستان کمتر میشه و از طرف بیباوری مردم به تداوی در افغانستان هست. چرا که در طول 20 سال گذشته موضوع صحت در افغانستان بخشش آمده بود، اقتصادی شده بود. اگر دوایی را که تجار ما داخل افغانستان میسازه، او دوا در گذشته به شکل تجارتی بود، به کیفیت بسیار کم، به 10%، اما قیمتش بسیار بالا.
وقتی که و پاکستان مراجعه میکنن با همون تداوی دوایی بهتر و کیفیت بهتر، طبعا مردم میگن ما اوجه برین. بله. امیدوار هستم در این راستا هیئت رهبری اسلامی خاصتا ریاست الوزراء و کمیسیون اقتصادیش یک طرحی داشته باشد. بله. که از این بودجه مختص بسازند به خاطر ساخت شفاخانه معیاری مبارزه با سرطان در افغانستان یا شفاخانه جمهوریت را و بیان حمایت بکنند. بله. که تداوی در اینجا به صورت رایگان باشه و دوا موجود باشه. بله دکتر صاحب، خپل هم یو دکتر است د تیب، ولی دغه برخې ته توجه نه کېږي افغانستان کې؟ شو ته به ښه وایو که وګورئ اقتصادي پرمختګ تر ډېره پورې سوی دی، اما مخکې تاسو اشاره وکړه چې دا دنده د عامې روغتیا د وزیر ده، ولې دغې برخې تر ډېره توجه نه کېږي؟ ولې افغانان د پاکستان محتاج دي، د ایران محتاج دي، البته د ناروغانو کوم چې تګ کوي انډیا ته ځي محتاج دي؟ اقتصادي ضربه هم افغانستان ته رسیږي او ګټه یې نورو ته پردیو ته، ولې د عامې روغتیا وزارت نوې تګلاره نه غوره کوي تر څو افغانان له ګاونډیو له بهرنیو هیوادونو څخه راوګرځېږي او په خپل افغانستان کې خپله تداوی وکړي؟ اوسنی حکومت باید، تاسو مخکې اشاره وکړل چې رئیس الوزراء باید دغې برخې ته متوجه سي، کابینه باید دغې برخې ته متوجه سي، په خپله د عامې روغتیا وزارت باید څه وکړي؟ ما همیشه شعار می بوده و هست، آبادی وطن تعهد و تخصص می طلبد. بلی. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. بلی. در ده ها برنامه بالای وزیر صحت عامه افغانستان صدا کردید که بیاین صحت در افغانستان اگر در گذشته تجارتی شده بود حال او را معیاری بسازین. اگر شما مراجعه بکنید به شفاخانه جمهوریت که بخش مبارزه با بخش همیاری با سرطان هست، هزارها هزار افغان اونجا راجستر هست، اوجه وقتی که مریض مراجعه میکنه باید تلفن خود از تذکره خود را بمانه. بله. باز دوسیه را بگیره که ده ورق میشه او را برای چاپ بکنه. زمانی که ما در کابل یک مریض که از ولایات میایه، بعد تا زمینی چاپ دوسیه به خاطر ثبت مریض را ما به خود مریض واگذار میکنیم و از طرف مریض که شیموتراپی میگیره او دوا را برای خودش خریداری بکنه و اوجا باز هفته ها بیای پشت صف باشه که باز او برای وقت برسه خود طبعا مردم را نارام میسازه. هیچ وزیر صحت عامه افغانستان مکلفیت داره بلکه. که به اساس همون وظیفه مسلکیش امه. یک تیم کاری منسجم را مدیریت بکنه. بلکه. و این تیم کاری یک بودجه مشخصی را به کابینه حکومت فیلی افغانستان به اوا درخواست بدن، او بودجه را اوا داشته باشند، در افغانستان ما این تداوی را بکنیم. در افغانستان ما پروفسورها داریم که اوا تحصیلات خود را در راستای این بحث انجام دادن در بیرون از افغانستان، همین لحظه در شفاخانه های شخصی کار میکنند. آیا وزیر سبیر خبر نداره که اوها را جذب کنه همراه خود بلد. در وزارت صحت عامه؟ امیدوار هستم در بحث تقرری ها موضوعات بلد. روابط شخصی یا فکری مطرح بحث نباشد. چرا وقتی که ما ارگان های کشفی و استخباراتی وزارت داخله و وزارت دفاع و صحت را میگین، این ارگان هایی هست که حکومت پایه هایش به این مستحکم میشه. اگر این را باز ما از گروپی یا فکری دور نسازیم، باز منافع ملی ما به خطر میشه. سالانه بیش از 500 میلیون دلار افغان ها به کشورهای منطقه و فرامنطقوی به خاطر تداوی و مصرف میکنند. اگر این پیسه به داخل افغانستان بربگرده، زمینه کار بر هزارها دکتر مساعد میشه، بر صدها تجار که دوام میاره مساعد میشه. این را باید حکومت فعلی افغانستان مدیریت بکنه با مدیریت مستقیم وزارت صحت عامه افغانستان. بله، ولی په دغه برخه کې پرمختګ نه دی سوی ډاکټر صاحب. د اسلامي امارت پر اتک سره ډیرو برخو کې پرمختګ راغلی دی. اقتصادي برخه کو ګورو ټول نړۍ کې باندې ورته متوجه ده چې هیڅ ساری نه لیدل کیږي. مثلا همدسي امن د دې ترڅنګ لوی پروژې په افغانستان کې پلي کول، د قانون استخراج، دغې برخې ته ولې توجه نه کیږي؟ طبي برخه چې ډېره مهمه برخه ده، څه باید وشي؟ څه ډول میکانیزم باید جوړ شي؟ خشت اول گر نهد معمار کش تا سریا می رود دیوار کج. حکومت فعلی افغانستان دو سال و چند ماه میشه حاکمیت میکنه. بلی. و این مکلفیتش هست که این بخش را هم مدیریت بکنه. اگر بلی. در این راستا برنامه داشتن، برنامه های خود منسجمتر بسازن، چرا که ملت آرامش روحی و روانی میخواید و بلی. صحت هم آرامش روانی مردم هست که مکلفیت هست حکومت فعلی افغانستان برشان مساعد بکنه. اگر این بخش را مدیریت نکنین، ما با ایجاد فاصله ها فیما بین ملت و حاکمیت ما بیاییم مواجه میشین. اگر امی لحظه شما مراجعه بکنین به شفاخانه جمهوریت داخل شوین، وقتی که موترتان با مریض شما داخل پارکینگ ببرین، شما مکلف هستین که 50 افغانی را اوجا پرداخت بکنین تکس. به خاطر چی؟ به خاطر که موترتان شما استاد میکنین. شما اینو فکر بکنین یک نفر که مریض داشته باشه، روز 10 دفعه که داخل پارکینگ بره 10 تا 50 روپیه او بده، آیا این انصاف هست؟ این موضوعاتی است که مردم افغانستان را نارام ساخته. اگر ما بخش مالی دهی خود را منسجم ساختیم و میخواهیم پایه‌های حکومتداری خود را محکم بسازیم، خدمات خود را هم ما باید دو چند و ده چند بکنیم.
این مکلفیت دارین و از این طریق ما میخواییم بالا هیئت رهبری امارات اسلامی صدا بکنیم، خاصتا جناب شیخ هبت الله آخوند، که در این راستا یک توجه خاص بکنید که مردم ما مظلوم هستن. سیلی پنجابستانی، سیلی ایرانستانی رو چرا ما بخوریم؟ هم مریض داشته باشیم، هم خانه خود، زمین خود، ملکیت خود بفروشیم و مرز هم بریم اوج توهین و تحقیر شویم و در افغانستان ما تشکیلات داشته باشیم و اون تشکیلات ما خوب مدیریت نشود. بله. این باید مدیریت سالمتری انجام شود و امیدوار هستم که چنین شود. بله، در دست روز پهیل چه دامی روختی وزیر او دامی روختی وزارت چارواکی په شمول د کابینه چې تاسو مخکې اشاره وکړه ورته پاملرنه وکړي او افغانان نور د بهرني او ګاونډیان د احتیاج څخه وژغورل سي. اسلامي عبارت باید د پاکستان پر وړاندې څه ډول یو پالیسي غوره کړي؟ خب در حکومتداری ها باید پالیسی متقابل باشد. بله. اگر احترام متقابل هست ما هم باید احترام متقابل داشته باشیم. بله. اگر بر مبنای فشار آوردن اقتصادی سیاسی نظامی هست ما هم باید به او همون پالیسی را داشته باشیم. ما گفتیم زمانی را که در گذشته هم افغان ها توهین و تحقیر می شد. بله. امروز وقتی که یک عسکر امارات در مقابل پنجابستانی و ایرانستانی با یک پرتله استاد می شه خوار ناآرام ساخته. در پهلویش 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی امریکا که در افغانستان مانده این کشورهای همسایه می گفتن که مربوط به ما می شه. اما حکومت افغانستان آمد این مدیریت کرد. موضوع عفو عمومی که مطرح بحث ساختی را آمد مدیریت کرد. کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان و ایران و تاجیکستان کمپ ها ایجاد کرده بودند. اما وقتی ما مدیریت سالم کردیم و تانستیم در افغانستان اول زیربناهای اقتصادی خود را بسازیم، تلی که در افغانستان در 20 سال استخراج نشده بود حالا روزانه بیش از لکها دلار ما عواید داریم، زمردی را که رهبر و رهبرزاده دوزی میکرد حالا به شکل شفاف اون به مردم شما رونما میکنین، عوایدی که جمع‌آوری میشه در ساختارسازی ها استفاده میشه طبعا کشورهای همسایه را ناآرام میسازد. ما باید با او مأمور روابط متقابل داشته باشیم. آرامش افغانستان آرامش از او هست. اگر ما ناآرام باشیم او هم نباید روی آرامش را ببینن. بله. اگر او بیاین علیه منافع ملی ما برنامه داشته باشند. بله. ما تروریست هستیم. اگر ما بیاین به علیه منافع از او صحبت داشته باشیم باز ما چی هستیم؟ این موضوعات را باید مد نظر داشته باشیم. بله. کشورهای همسایه افغانستان به نتیجه رسیده باشند. امیدوار هستم که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی به نفعشان هست و کوشش نکنند که دیگه باز ما را ناآرام بسازند و ناآرامی هایی که او مدیریت میکنند هیئت رهبری امارات اسلامی افغانستان خوب میفهمند. به شکلی که ما 6 میلیون مهاجر اونجا دارین، این 6 میلیون مهاجر شما فکر میکنین که 6 میلیون عسکر هست که اونجا او ایفای وظیفه میکنن. بله. وقتی که منافع ملی ما به خطر باشد افغان ها اگر در بی اتفاقی اتفاق داشته باشند. بله. ایران مطمئن باشن که به خاطر منافع ملی خود هر افغان یک عسکر هست و در هموجا هم میتونن او همو پالیسی شورا خونسا بسازن و این موضوع هست که پاکستانی ها را ناآرام ساخته. گاهی بحث مهاجرت را مثلا بحث می سازد، گاهی بحث موضوعات گروه های هراس افغان را و این در این اواخر هم موضوع صحت را برای ما آمده چالش ها ساخته. هزارها بیمار را که پشت دروازه ها اوجساد هستند او را اجازه دخول به پاکستان نمیده با وصف از اینکه یک ویزه خود را هم پنجابی ها در کابل به بیش از 500 دلار رساندند با وصف از اینکه ویزه مفت بود و افغانستان با پاکستان موضوع ویزه را مثلا بحث نداشت، چرا که ما با او خط ما با او مرز نداریم و سه چهارم خاک افغانستان در پاکستان به اساس اون پروتکل انگلیسی ها به دستشان قرار دارد. این هست که ما رو آرام نمیمونند. بله، ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب. ستاسو پاند د پاکستان حکومت چې نوی راغلی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ به یا هم د پاکستان یا هم د پنجاب افغانستان اړیکې جوړې سي؟ امیدوار هستم پنجابی ها به این نتیجه رسیده باشند. به تاکید میگم که افغانستان با آرامش اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان است. بلد. اما تا جایی که ما تاریخ را مطالعه کردیم و حکومت هایش که تغییر و تبدیل شد مطالعه کردیم، وقتی که عمران خان سفر میکنه به روسیه میره و به خاطر از آدرس پشتون ها وجه هست او را بندی میسازند و باز وقتی که یک پنجابی در حاکمیت قرار میگیره مظاهرات انجام میشه، اما شبکه استخباراتیش با امریکایی ها داخل میشن و موضوع یک حکومت ائتلافی میسازند. آیا شما فکر میکنید که حکومت های ائتلافی توانمندی برخورد روابط سیاسی منسجم را دارن؟ طبعا که ندارن و از طرفی شبکه استخباراتی پاکستان هست که پالیسیش را مدیریت میکنه. بله. اگر شبکه استخباراتیش پالیسی خود در قبال افغانستان متغیر بسازه، بله. این امکان وجود داره که روابط ما با پاکستانی ها بر محور حفظ منافع جانبین باشد. در غیر از او باز هم ایا برنامه دارن که افغانستان را ناآرام بسازن و از ناآرامی افغانستان او منفعت کسب بکنن، به شکلی که امریکایی ها همین لحظه میان میگن که اگر کشورهای مشترک المنافع به هم مرز افغانستان که دوستای ما ناآرام شود باز ما عکس العمل نشان میدیم. اما این یادشان رفته که هیئت امور رهبری القاعده در هیبت آباد شرک استخباراتی پنجابستان از بین رفت. آیا امریکایی ها با پنجابی ها برخورد کردن نکردن؟
او شدن دوست استراتژیک که امروز هم ترامپ میگه ما از او حمایه میکنیم، بایدن میگه ما حمایه میکنیم، اما افغانستان شده کشور توریست پرور. این به کدام محور هست؟ بله. اگر ما منابع طبیعی خود را مدیریت بکنیم، اگر ما افغانها با هم جنگ نکنیم، اگر افغانها امروز قلم هست و در پهلویش بیل و کلنگ را بگیره وطن خود را بسازن، اوجا او نارام میشن. خب این همسایگی خوبی نیست، این منافقت هست. امیدوار هستم از منافقت کشورهای همسایه افغانستان دست بکشن. بله، اوسنی حکومت باید بیا هم وایم څه وکړي د افغانانو لپاره په دغه برخه کې. حکومت فعلی افغانستان برنامه راهبردی بسیار خوب هست به اساس حفظ منافع ملی افغانستان و احترام متقابل با کشورهای همسایه هست و همچنین مدیریت منابع افغانستان بر محور اقتصاد افغانستان هست که باید استقلالیت خود را پیدا بکنه. هر حاکمیت که استقلالیت مالی داشت، نظامی داشت، مردمی داشت، قوت می داشته باشه. بله. امیدوار هستم به می پالیسی حکومت فعلی افغانستان پیش بره و در پهلویش بحث تعهد و تخصص را مطرح بحث داشته باشه. بله. نقاط ضعفی که موجود هست ملت هم می خواهد رفع شوه و با ما با جهان روابط دیپلماتیک خوب را منسجم بسازیم. ان شاء الله که چالش ها از افغانستان رفع میشه. بله، اولویت باید کمی برخی تور کول دکتر صاحب. اولویت در شرایط فعلی مدیریت اتحاد، اتفاق، همدیگر پذیری هست و ساختارسازی های اقتصادی هست و عدم ای که ایجاد فاصله فیون ملت به حاکمیت باشه. باید ما خلای قانون اساسی را رفع بسازین، موضوع مکاتب و موضوع بله. کار را رفع بسازین. جهان اگر با ما در تقابل هست، موضوعات را مطرح بحث می سازه خب مغرضانه هست. اگر برای جهان موضوع بشر و موضوع درس مهمی بود، امروز در فلسطین و در غزه 31,000 مسلمان شهید نمی شد، مکاتب پوانتون ها او از بین نمی رفت. اما برای ما میگن چنین شوه و او خاصی هست که ملت افغانستان هم می خواهد. ما بیاین صدای ملت خود را بشنوید، نقاط قوت خود را قوتر بسازیم و نقاط ضعف را از بین ببرین که شبکه های استخباراتی منطقه و فرامنطقوی علیه منافع ملی ما باز افراد و اشخاصی را اکتیف نسازند. ډیر مننه کوم ډاکټر محمد زلمی افغانیار په فل د افغانستان د واحد ملت د ملي یووالي بهیر مشر چې زموږ سره ملتیا کول درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم.